بعد با داداشم به کوره های آجرپزی رفتیم. داداشم لباس کار پوشید و مثل بقیه کارگرای محروم اونجا مشغول کار شد. داداش من دانشجو بود. من همیشه فکر میکردم دانشجو باید شیک و پیک و اتو کشیده باشه. اما اونجا از زبون بقیه کارگرها شنیدم که داداشم مدت‌ها بود که کنار اونا کار میکرد و مثل اونا عرق میریخت و حقوق میگرفت. یه سوال ذهنمو بد جوری درگیر کرده بود. آخه داداش منو چه به اونجاها؟ مگه ما مشکل مالی داشتیم؟ چرا داداشم کارگری میکرد؟ داداش بابک که مجاهد بود، کارگری در محلات فقیرنشین و لمس زندگی سخت مردم محروم بخشی از آموزش‌های عملی مجاهدین برای تبدیل شدن به یک مجاهد خلق. باید در جریان عمل خصلت‌های انقلابی و مردمی رو کسب می‌کردن و از خصوصیات منفی و غیر انقلابی فاصله می‌گرفتن. خب بابک، داداش دیگه چی کار میکرد؟ البته من از همه کارهایی که میکرد خبر نداشتم، اما یادم مثلا قرآن یا نهج البلاغه خوندنش مثل بقیه نبود. قرآن که میخوند یه دفتر کنارش بود، مدام یادداشت برمیداشت. کتاب هم زیاد میخوند، ورزش هم خیلی زیاد میرفت، عاشق کوه بود. کوهنوردی های دست جمعی یه بار منم با خودش برد، راستش زیاد خوش نگذشت، چون اونا همش سرود میخوندن و بحث میکردن. من اون موقع چیزی از حرفاشون سر در نمی آوردم، ضمن اینکه به کمتر از قلم رضایت نمیدادم. همه اینها آموزش های نظری و علمی بودن که هر مجاهد باید فرا میگرفت تا خودش رو بسازه و به یک کادر همه جانبه تبدیل بشه. حالا بریم سراغ دومین دور از دورانهای سازمان مجاهدین خلق ایران. بریم به بازه زمانی بین سالهای 46 تا 48. بعد از 2 سال فعالیت از کلیه مسئولین و کادرهای سازمان در رابطه با همین روند 2 ساله قدر خواهی شد. بعد از جمع‌بندی اون نظرات به 4 نتیجه مشخص رسیدن. نتیجه اول، تشکیل گروه ایدئولوژی. نتیجه دوم، تشکیل گروه روستایی. و بعد هم تغییر برنامه آموزشی و تشکیل خونه‌های جمعی برای ایجاد روحیه جمعی و انضباط تشکیلاتی.